به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بینندگان عزیز گرامی، امروز هم برنامه نامه ها از ناحیه ها به اصلاح نیت شماره 29 را تقدیمتان می نماییم. ناوسته از آن که مردم را ترس می دهند بیننده گرامی و تهدید می کنند که با اصلاح همکاری نکنند، ما را خائن و تروریست اعلان کردند و کرده ایستادند. اما شکر خداوند که مردم رابطه خود را با ما بیشتر می کنند. نه تنها مردم عادی، بلکه کارمندان وزارت و اداره های دولتی هم از افشای درد و داغ خود و کارگاه های خود هراس نکرده مشکلات خود را با ما در میان می گذارند. از طرف دیگر توسط منبر اصلاح پیشنهاد و توصیه های خود را برای بهتر شدن شرایط زندگی ارائه می دارند. واقعا هم احسن به مردم و ملتی تاجیک و تاجیکستانیان که در چنین حالت ها ناترسیده و هراس ناکرده با ما نامه می نویسند و از مشکلات خود برای ما می گویند. دنغره، سلام علیکم برادر محمد اقبال صدردین، انشاءالله پیروزی نزدیک است. من برای شما با نام و نسب اصلی خودم این نامه را ارسال می کنم، اما خواهش از شما این است که افشا نمی سازید. من معلومات درباره یک ظالم خائن دارم، قاضیان شریف قاضی، پرورکتور دانشگاه دولتی دنغره می باشد. این نام فعلیش است. نام پیشتره او حسن و شریف خوجه قاضیویچ است. این نفر قبلا سود شده است. حالا باشد پرورکتور دانشگاه دولتی دنغره آید به تعلیم است. این نفر پروفسور نامزد علوم حقوق و دکتر علم های سیاست شناسی هم می باشد. سالهایی که آنجا دانشجو بودم او دکان فکولته ما بود. قاضیان شریف قاضی زاده از ناحیه غانچی حاضره دوشتیش، سال تولدش 1974 است و در یتیم خانه کلان شده است. دانشگاه ملی تاجیکستان را ختم کرده است. در پراکتور شهر دوشنبه آید اجرای جزا کار کرده است و جرم رشوه او را دستگیر کردند و به حبس گرفتند. بعدن باز توسط پره خود را سفید کرده و ساحه معارف قدم پریدش را می گذارد. در دانشگاه های شهر دوشنبه کار میکند و سپس به دنغره پیشوایش میآید. این ابله خائن مرا 4 سال درس داده است. کتاب های زیاد هم نوشته است که آنها را یگان دانشجو نخوانده است، زیرا همش پلاگیات کپیروت ستاویت است. این حرام خورد دانشگاه دولتی دنغره را به یک ترگاه سنتر تبدیل داده است و گفته بعضی از آموزگاران کم کم پدافیلی و بعضی همین کارها را نیز می کرده است. این حرامخور کتاب دارد با نام سیاست زیدی کروپسیونی، اما خودش پدری مافیای پرخوران دانشگاه است. او دانشجویان را که طریق رایگان بوجوی تحصیل می کنند بد می بیند و می گوید شما حرامخور هستید. من نیز رایگان می خوندم. امتحان های نیم ساله را با بهای اعلا می سپردم، اما این حرامخور مرا از استیپندیه خط می زد و برای آن که من پاره نمی دادم. از او می پرسیدم چرا استاد نامی مرا خط زدی؟ می گوید تو مرا خبر نگرفتی، یعنی پاره نمی دهی. حالا دانشگاه را با کمیساریت حربی به یک ترگاه سنتر تبدیل کرده است. دانشجویانی را که خارج می کند با وینکمت 3000 سومانی می فروشد و آشکارا به دانشجویان می گوید به مسجد نروید، کسی می روید ما خودم که گی بدم اسپرموش. این به ایمان در مجلس می گوید که نماز نخونید. ای چی کارای هر روز تکرار میکنه یک کارا. با همین گونه کارها و گپها استودنت ها را گمراه میکند. در این دانشگاه همه از او بداد آمدند. امتحان های نیم ساله را از بین برده آشکارا پلاکی کرد. در کابینتش را هوی میکند به مثلی سرتراشان میشود. یعنی در وقت سرتراشان خوب پول میتین که دیگر. یعنی به همین تشبیهش نموده است. و امتحان ها همین طور جنبست میشود. نرخ میموند. 300 سومانی شرطنماوی ها، 500 سومانی بوجوی ها. دانشجوها را از درس می گرفت، به زمین کارتوشکاش کارکنی می برد. قاضیان شریف قاضی خون استودنت ها را می مکرد. فرما برای مرشیرافکا را هم بیزنس کرده است. یک فوتبالکا را از کارمون 10 سومانی می گیرد و با زوری به دانشجوها 50 سومانی می فروشد. آخر این چی روزی سیاه است. در درس دانشجوها را آشکارا حقارت و دشنام می دهد. من حتی زپیس هایش را هم دارم، اما حالا در دستم نیست. دانشجوی بیچاره پولی خرید رالتون را ندارد. میگوید من یزند نیستم. پول شرطنامه را بیار که خارج کرده با وینکمت میسپارمت. پول آبونه، پول اتفاق کسبه، پول ریتینگ. اگر یک سومانی کم باشد میگوید من گدا نیستم. برای مثال کار دیپلمی 1500 سومانی نرخ دارد. 2000 سومانی بیار میگوید. دیپلمی سرخ ایما بگی. رکتور زدگیم.
رکتور پیشینه شاهیان نورعلی نبات بود. او هم یک اتیست احمق بود و کمی باز از این فرق داشت. در خوابگاه دانشگاه نماز خواندن اجازت داده نمی شود. اگر بینند راست به امنیت می سپارند. باور کنید دانشجو را پولش را می گیرد. نامش در ژورنال است اما او را تماما در درس ندیده ایم. آیا این است عدالت و سیاست خردمندانه پیشوا؟ آشکارا نماز و مسجد را در مجلس تنقید می کرد. واقعاً اون چیزی که از این نفر نوشتند از دانشگاه دنقره من خیلی در تعجبم که چنین افراد را چگونه در چنین وظایف میگمارند و میگذارند. مگر به این یعنی رئیس دنقره اهمیت نمیداده باشد یا اینکه وزارت معارف و علم. خوب اکنون میگذاریم به خوجند. یک کمی معلومات میرسانند درباره رجب بای احمدزاده، بله رئیس ولایت سوخت مشهور با لقب قفلان بای. قفلان بای وقتی تلاش میکرد که رئیس شهر خوجند بشود خپ و خاموش میگشت و خود را موسیچه بیگناه بجلوه میداد. اما وقتی رئیس ولایت سوخت تعیین شد دیگر همه سر و اسرارش افشا شدند. در نامش 150 گکتر زمین کارم آبی دارد. ده ها دچه و کتش های گران قیمت ساخته است. در خود شهر پلاسی نزدیکی اشت چند از این دچه هایش جایگیر میباشد. آنجا یک فرمه مرغ‌پروری دارد. با آنجا سفر باید میکرد. پیش از رفتنش یک شب قبل لوله های آبرسانی را با یام پست های 50 تنه‌ای که 10 عدد بود همچنین چند عدد ماشین های دولتی را فروخت. در بین یک شب قریب همه این اشیای سیخ را فروخت و مبلغ های آنها را به جیب خودش داد. هر کجا قدم رساند این قفلان بای آنجا باور کند خراب بشود. و از چند نفر قرضدار بود نزدیکی 2 میلیون دلار. البته به بعضی از معلومات های ما از 7.5 میلیون قرضش زیاد بود ولی خوب این منبع نوشته از نزدیک 2 میلیون دلار از نفر قرضدار بود. حالا پرسیده نمیتواند آن نفری که به او قرض داده است. میگوید که حاضر دستور میدهم تا 5 سال حبست میکنم یا نیستت میکنم. بیچاره آدم پولدادگی دیگر خپ و دم گشته است. باز این را هم بگویم که با جلیلوف امین یکی از مسئولان ریاست کارهای داخلی در ولایت هر دویشان موش و پیشک بودند. چشمی دیدن یکدیگر را نداشتند چون که امین سیر و اسرارش را زیاد میدونست. از همین جهت رجب بای احمدزاده ترسیده میگشت. حاضر باشد خیلی دوست و نزدیک شدند و همین طور دوست و رفیق و رفتار میکنند تا که سیرهایشان فاش نشود. شما در مورد امین جلیل‌زاده چندین مراتب معلومات ها و برنامه ها نشر نموده بودید. در وقتی که در مسجد بود رئیس ملیسه و اینچنین برگشت و آمد. خوب دیگر و چند روز قبل هم ممکن یک ماه قبل باشد یک نواری هم در مورد امین جلیل‌زاده هم داشتیم. برای درست باور کنید آنچه گفته بودید خطره از بحر جنایت های کروپسیونی امین جلیل‌زاده بود. خوب بله این اون معلومات بود که در مورد رجب بای احمدزاده یا قفلان بای یعنی چنین شخص است. حالا فعلا قشوهش رو شانه میکند و شکمش رو پیش میکرده است. میگفته است من رنگ بیا تای روز تمام. خوب دیگر یعنی تقریبا مانندی امامالی رحمانوف است. اکنون میگذاریم به دوشنبه. شکایتی کارمندی وزارت کارهای داخلی. السلام علیکم برادر محمد اقبال صدرالدین. خوب است که شما و شما بر اینها هستید و برای خلق سخنی حق را میرسانید و صدای دل مردمی غم دیده را میشنوید. من در وزارت کارهای داخلی در خود مرکز مدت 7 سال باز کار کرده ایستادم. نامناسبم را گفته نمیتوانم. البته پس از این نامناسب و کامل همه او دستورنی او را گرفتیم تا اینکه تصدیق کنیم که چنین شخصی وجود دارد. ولی واقعا چنین یعنی شخصی هست و این از هیچ نفری فکر نیست. چون که من را 100% از وظیفه اشغال نمودم سبک دوش نموده محبس میکنم. الله شما را حفظ کند برادر گرامی. به این خاطر نامناسب و در کدام شعبه کار کردنم را تا جایی مخفی میدارم. بار دیگر میگویم ما کاملا این نفر را شناسایی کردیم و میدانیم که در کدام شعبه کار میکنه. من سال 2016 با فرمان وزیر کارهای داخلی به کار در وزارت کارهای داخلی تعیین شدم. انقترش در یکی از شعبه های ریاست تشکیلی کریمینالیستی. در وقتی کار بسیار چیزها را یاد گرفتم و باز بسیار ناعدالتی ها را دیدم و لبم را گزیده گشتم چون که از دستم یگان چیز نمی آید. در وزارت کارهای داخلی عموما از روی عقل و سواد به کار تعیین نمی کنند. در اینجا فقط از روی تقه یا اینکه دالیا به وظیفه تعیین می کنند. وظیفه لازمی یعنی وظیفه درآمدی خوب داشته تقه یا دالیا لازم است.
وظیفه بی درآمد فقط به چکای کمبغل و بی تغار رو تعیین میکنند. من سال 2016 پس از ختم اکادمی شهر دوشنبه به واسطه یک شناسی پدرم که در آن وقت در ریاست کار با هیئت شخصی وکده کار میکرد با دادن مبلغ $600 به کار تعیین شدم. از روزی که به این وظیفه تعیین شدم 100 بار پشیمانم، چون که به غیر از رسخات دیگر یگان چیز نیست. در اول 700 سومانی معاش میگرفتم، ولی حالا به همینش هم شکر میگویم. 1680 معاش میگیرم. من فرزند نابالغ و پدر و مادری پیر دارم. نمیدانم معاشم را چیگونه از این ماه با دیگر ماه رسانم. من از بسیار مغازه های گرد و اطراف قرض دارم آخر. نه فقط من، بلکه تمام همکارانم قرض دار هستند. در حقیقت معاش به حد کم است. خودتان نرخ و نوای بازار دوشنبه را بینید و 1680 سومانی را حساب کنید که مگر با این معاش فرزند و پدر و مادرم را نگاهبین کرده می توانم. در شعبه‌ای که من کار میکنم یگان درآمد نیست. کار ما فقط در کجای شهر دوشنبه یگان جنایتی وزنی شود رفته ایزی دست گرفتن است. انیخترش مو ایزی دستی شخصی جنایت صادر کرده را میکوبیم و میگیریم، لیکن تا حالا با این طرز اصول یگان جنایت را آشکار نکردم، چون که در مخزن یگانه وزارت ایزی انگشتانی همه وجود ندارد. تا آن وقته که در مخزن یگانه ایزی دستی همه شهروندان نمونهش نباشد یگان چیز را معین کرده نمی شود. ما آن ایزی انگشت از جای حادثه یافته را با ایزهایی در مخزن بوده مقایسه کرده می سنجیم و اگر در مخزن پیدا شود می یابیم. خوب بینندگان گرامی ببینید که چگونه یعنی اعترافات تلخی از کارمندان کریمینالیستی وزارت کارهای داخله به اصلاح می رسد. اما وزیر کارهای داخله باشد با شادی حفیظ‌زاده همیشه میگویند که تمام جنایت‌ها رو ما آشکار نموده و در یک سال تو 300 یا 300 چند نفر تروریست رو گویا که دستگیر میکنند. خب دیگر این اعترافات کارمندی شعبه کریمینالیستی است. باید دیگر رمضان رحیم‌زاده با شادی حفیظ‌زاده لام و میم گفتن نتوانند. خلاصه گپ رو بگویم، یک نفر پسر خاله من در اکادمی وزارت کارهای داخلی شهر دوشنبه در کرسی 5 تحصیل میکرد. پس از ختم اکادمی آنها را باید از روی قاعده رایگان با جای کار تعیین کنند، ولی سردار ریاست کار با هیئت شخصی وزارت کارهای داخلی جنرال مایور میلیسیا رمضان زاده سهراب با یوگوردک هایش، این البته عباره خلقی است که بعضی از مردم یعنی شفکه ها یا اینکه اونونی که در گرد اطرافش هستند رو میگویند، از همه کورسانتون مبلغ میگیرد. اگر مبلغ نگیرد آنها را به جایهای بی‌درآمد یا اینکه سرحد افغانستان یا قرقیزستان تعیین میکند. در این کار باور دارم 70-80 فایز مبلغ از کورسانتون میگرفته را خود رمضان زاده سهراب میگیرد. رمضان زاده سهراب بسیار جنرال کیفی بوده و کابینت خودش لیتنانت های جوان و کورسانتون را با بهانه کار خوب دادن برده با آنها استراحت میکند. البته منظورش زن ها هست. این را هیئت شخصی وزارت خوب میدانند، ولی برام از اون زاده سهراب یگان کس گپ نمیزند. گویا پدر وی کرامت در وقتش با پیشوا رفت و آمد داشته است و به این خاطر حالا وی را پیشوا دستگیری میکرده است. خوب بینندگان گرامی، بله کرامت یعنی رمضان زاده این شخصی معروفه بود که رفیق نزدیک رحمانوف بود و چنانه که به معلوماتی به ما رسیده است در اثر استفاده ویاگرا زیاد در حالتی بدمستی و در حالتی همین فحشا از دنیا میگذرد. پدر یعنی همین رمضان زاده سهراب که در مورد اون نیز معلومات های زیاده به ما رسیده است که معاونی تاجیک مطلوبات بود و یکی از رفیقان نزدیک رحمانوف بود. بله این را همه کارمندان میدانند. جنرال رمضان زاده سهراب مبلغ ها را از یگان کس نمیگیرد، بلکه او یک کشیلیاک دارد. کشیلیاک رمضان زاده سهراب این سردار شعبه نظارت ریاست کار با هیئت شخصی وزارت پدپلکونیک میلیسیا شریپوف اشرف عزیموویچ میباشد. اشرف سال تولدش 1992 یعنی 31 ساله میباشد. با رمضان زاده سهراب یگان مناسبت خشتباری ندارد، لیکن شخصی ثروتمند است و این خاطر همه وقت با رمضان زاده سهراب میگردد. حتی رفت و آمد عائلوی پیدا کردند. ما از همین اشرف میانه رو بوده از آدمان کار افتاده مبلغ را گرفته بر رمضان زاده سهراب میدهد. در وزارت ما اشرف را کشیلاک میگوییم. این را باور کنید، همه هیئت شخصی وزارت کارهای داخلی خوب میدونند. خود اشرف نیز همه وقت با سرداری ریاست معاونان و خود وزیر دالیه میدهد تا که در وظیفه‌اش ایستد. اشرف از شهر اسفره است. تنها او با این راه دالیه دادن وظیفه بلند گرفته است در وزارت کارهای داخلی و غیر از او دیگر یگان اسفرگی یا سغدی در وظیفه بلند کار نمیکنند. من یک روز خواستم خاله بشم را بعد ختم اکادمی با یگان وظیفه به خانهشان نزدیکتر تعیین کنند و این خاطر به ریاست کادر به نزد معاون سردار ریاست پلکونیک میلیسیا امراخان رحیموف رفتم و گفتم
که پسر خاله من را دستگیری کند، ولی آن کس گفت که این از دستش نمی بیاید و من باید به نزد خود جنرال درآیم. بعدا من نزد رمضان زاده سهراب درآمدنی شدم که این وقت کاتبش من را نماند که وارد کابینت شوم. مقصدم را پرسید و گفت که خودم به جنرال می رسانم. 3 دقیقه پس گشته از نزد جنرال برآمدم، من را نزد شریف و اشرف روان کرد و گفت که رو کارت را اشرف حل می کند. بعدا من نزد اشرف رفتم و خواستم را گفتم. خودی اشرف در حال گپ را سر کرد و گفت که با من جنرال زنگ زده گفتند که $1,500 داخل شهر دوشنبه است. اگر خواهید تا سحری مبلغ را بیارید، فرمان پسر خالتان را میبرارم. من گفتم مبلغی این قدری نداریم. خودم با این معاش 1680 سومانی بزور روزگارم را پیش میبرم و از کجا این قدر مبلغ دارم؟ سپس از اون جای برآمده رفتم و دیگر به آنها زور و توالا نکردم. جنم را به وظیفه دیجور نشست در ولایت سوخ در سرحد تعیین کردند. تصور کنید بیننده گرامی، خاله بچه من از خانهش تقریبا 350 کیلومتر دور رفته کار میکند. در جایی که او کار میکند یکان مبلغی درآمدناک نیست. معاشش 1200 سومانی است. پسر خاله هم این معاشش را گرفته خودش میخورد و خلاص. با خانه اشان یکان مبلغ روان نمیکند. حتی پدر بیچارش از روسیه که مردی کار است مبلغ برایش روان میکند. برادرها خودتان قضاوت کنید. در وزارت کارهای داخلی همه وظیفه های لازمی را با مبلغ خرید و فروش میکنند. تا روزی که این رمضان زاده سهراب با شیکه هایش شریف و اشرف در سری وظیفه باشند، این پارگیری در ریاست کادر دوام خواهد یافت. شریف و اشرف از نام رمضان زاده سهراب بسیار استفاده نموده، با باوری کارمندان در آمده با وعده کار خوب دادن مبلغ میگیرد. ممکن است بعضی این کارهای وی خود رمضان زاده سهراب هم خبردار نباشد. درباره رمضان زاده سهراب معلومات ها علکی در شبکه های اجتماعی و خود اصلاح بسیار هستند و همه اش درست می باشند. لیکن می خواهم چهره شریف و اشرف را به شما آشکار کنم. وظیفه اشرف از بالای تمام کارمندان وزارت کارهای داخلی در کشور نظارت بردن است و آید انتظام سر و لباس، و اگر نسبت یکان کارمندی وکیده یکان شکایت شود، گاه وقت اشرف با زیردستانش می سنجند و گاه وقت ریاست امنیت داخلی مشرف زاده جمشید می سنجد. اشرف بجای آن که خودش اول نمونه باشد و سپس از دیگر کارمندان طلب کند، برعکس خودش دائما در جای کار نیست و بیزنس مشغول است. بسیارتر بیزنسی ماشین میکند، ماشین های گران ارزش و یک چند تا اپتیکه ها در داخل دوشنبه هم دارد. اشرف پیش از رتبه پدپلکونی گرفتنش در جنگ زیدی مردمی بدخشان اشتراک کرده است. خلاصه درباره این دوستگی گرسنه وزارت کارهای داخلی ساعت ها گپ زنیم، باور کنید کم است. اگر آنها اصلاح نشوند، باز دیگر معلومات هایشان را در اختیار محمد اقبال صدرالدین میگذاریم. خیلی سون کار کرده بودند. ستافکای ناچالنیک میلیسیا یک نوحیه از $30,000 بالا بود. از اینها هم رحمان علی رجب‌علی رئیس کمیته سرحدات یاد گرفته است. 3 ماه میماند کار میکنی، باز سوم را گرفته، باز دیگر کس را فرمانی کار میدهد. اینها از مولا عبدالرحیم کلابی یاد گرفتند. با فکرم کار فقط سوم کار کنی، کار دیگر ندارند. درباره این بدبختی مولا عبدالرحیم کلابی گفتید 100% همه اش راست است. یک پسرش در گمرک کار میکند با نام مولوی، یک پسر دیگرش در خشونهای سرحدی کار میکند. راستی نامش را نمیدانم، سرحدبانش عنیق میدانم که نرک بیزنس بود. از سیاستهایتان محمد اقبال چاپلوس ها دیگر نمیدانند چی کار کنند. گاهی بر ضد حکومت رحمانو هم غیبت میکنند، یا که نمیدانم گپ میگیرند، یا اینکه نمیدانم خوب یعنی دومشان رو به کدام طرف مانند. اما میدانم که این حکومت شکستش قریب شدگی است. باقی در حفظی الله باشد. خوب، بله بینندگان گرامی، این واقعا خیلی یک نمای جالبه بود که به سمع شما بینندگان عزیز و گرامی رساندیم. اکنون میگذاریم به ناحیه قبادیان. ما ساکنان ناحیه قبادیان دیگر نمیدانیم از کدام کمبودی یا از کدام ظلم مقامات شکایت کنیم. از میلیسیا خلاص شده با وینکمت میزنی، از وینکمت خلاص شده در رئیس ناحیه میزنی، از رئیس ناحیه خلاص شده به رئیس قشلاق میزنی. هر کدام اینها ستافکای خودشان را دارند. رئیس محله 200 سومانی میگیرد و این کمت 800 تا 3000 سومانی. باز حاضرها اوچسکاوی آمده از مردم پراست پول طلب میکند. آخر یک بار فکر کنید که مردم این همه پول را از کجا میابند؟ معاشی از همه بالا 2000 سومانی است در تاجیکستان. از این 2000 با این کمت دیهند، با اوچسکاوی دیهند، با میلیسه دیهند، چی کار کنند؟ خودشان چی خورند آخر؟ پس این آیله همه پولش را دیهد، خودش چی کار کند؟ یک ذره هم از الله نمیترسید؟ این خدر ظلم میکنید با مردم. شرایط خدمت حربی را درست کنید، همه عسکری میروند. این لتوکوب را بینید که چی خیل سربازها را در خدمت میزنند.
آخر کدام پدر و مادر فرزندی عزیزش را با یک عذاب کلان کرده اش را به این گونه خدمت میفرستد. من در اینستاگرام تماشا کردم که یک بلاگر ازبک این طرز خدمت حربی در تاجیکستان را مسخره میکرد. دوام بیش از 30 سال استقلال رحمانوف نتوانست شرایط خدمت حربی در قواهای مسلح را بهتر سازد. برای خودش به 92 میلیون دلار عملیات خریده میتواند. کاری که برای خودش به منفعت خودش باشد را میتواند اجرا کند، اما با فایده مردم یگان کار نمیکند. به فکرم در وی به جای شیر شکراوی به آلیچه خورده کلان شدگی است. پیشوا رئیس ناحیه‌مان نو شد، کار را از وین کمت آغاز کرده، پدر و مادرها را دعوت کرده، دوغ و پاپیسه کرده ایستاده است که میبرم محکمتون میکنیم، بچه تونه ایرسیه بگین بیایه خدمت کنه، وطن حمایت کنه، خیانت نکنین به وطن. بعضی کارگرها را از وظیفه میگیرم، نسبتون پرونده میکشویم. یک هفته وقت شما ده، گفته در زلی کلان خزانده دشنام داد. رئیس ناحیه شرم نمیدارد، وظیفه خودش را باید اجرا کند. رئیس ناحیه با وین کمت چی کار دارد آخر؟ با یگان کاری آبادکاری دست نمیزند. هر ماه از معاش آموزگاران 30 تا 35 سومانی برای رشد ناحیه داشته میگیرد. عیب است آخر، با این معاش 800 سومانی از کجای این برای رشد ناحیه میگیری با؟ امرت به همین دولت داریتون. وقت خودی مردم ناحیه را آباد کند. رئیس ناحیه و پرزیدنت بچه مریم گرسوخته گهشه میخرند. در کرسی شیشته است، جارو خالی کند و تمام اولاد و اجدادش آماده تاجیکستان را طلا و تراش کرده ایستاده است. یک نبره بروتکی داره اسماعیل 24 ساعت خودش را در اینستاگرام رکلام میکند. و یک پتسن دیروزه در کجا کار کرده است که میلیونر شده است؟ مگر نمیدونی برادری قبادیانی از نوادی مخدیر؟ یک بلاگری از روسیه گوسین گسنوف را این نبره احمقش مثل یک پرزیدنت پیشواز گرفت. دختران تاجیک را به استقبالش برآورد. آخر خود رحمانوف را در روسیه درست پیشواز نمیگیرند. در روسیه سق قدر دارد و تاجیک نه. خوب این قربان علی اوچاسکوی یک دردی سری دیگر است. باور کنید بالای مردم دیها هر روز با بهانه سربازگیری در خانه های مردم آمده پول میگیرد. او را برای حمایت مردم و رعایت قانون نمانده اند، بلکه برای غارت مردم این وظیفه را به او داده اند. اگر در کدام خانه یک معرکه شود و خبرش نکنی، بوزهای خشلاق خبرش میکنند. آمده از 800 تا 3000 سومانی جریمه میکند. روی راست میگوید که حق مرا دهید، کار ندارم که بز میکشید، گاو میکشید، 100 کس خبر میکنید، 1000 کس را خبر میکنید، حتی میتوانید فیل هم کشید، کارتون ندارم. ولی اگر پول ندادی حتما آمده اطراف کلانتون میکنند. خوب دیگر این تنظیم است که رحمان اوکوی برای مردم خدمت دارد. رئیس دهه هم یک بوزی تپ تیار است. آمده در معرکه شیشته آش و شوربا را میزند، ولی باز با اوچاسکوی بوزی میکند. گفتنی های ما ساکنان ناحیه قبادیان خیلی زیاد است. اگر اصلاح نشوند ما شکایت هایمان را دوام میدهیم. حتما دوام دهید. اینها اصلاح شدنشان خوب معلوم است دیگر بینندگان گرامی. اکنون میگذاریم به دوشنبه. من همه برنامه های شما رو تماشا میکنم. خوشحالم که در برنامه ها حرفی میخواسته مردم رو میزنید. البته من صحبتی سخت کردنی نیستم، اما باور کنید همین چند پاره از پیشنهاد هایم رو که به بعضی نشریه ها فرستادم چاپ نکردن. حالا با شما اصلاح پیشنهاد میکنم. به نظر من یکی از پرابلمه های مبرم تاجیکستان موجود نبودن یا انقدرش رعایت نشدن موازنت بین شاخه های حاکمیت است. حکومت جمهوری تاجیکستان، سود، مجلس عالی. موقع سه شاخه حاکمیت طبق قانونگذاری نادرست مقرر شده است. حالان که آنها باید مستقل و برابر باشند. چنان باشند که سودیه ها تنها و تنها طبق طلبات قانون و وجدانشان عمل کنند و رئیسان ناحیه و شهر و ولایت و پرزیدنت و دیگر نتوانند به فرمان و قرار و حکم و دیگر سندهایی از جانب سودها و وکیلان قبول گردیده تاثیر رسانند. باید سودیه ها قدرت داشته باشند که حکومت را به این یا آن کار هنگام ویران کردن قانونگذاری یا رعایت نکردنش مجبور کرده توانند. برای همین من پیشنهاد میکنم که از وکالت های نهایت زیاد و به شمار پرزیدنت امام‌علی رحمان بر منفعت مجلس عالی و سود عالی کم کرده شود، چون که محض همین از اندازه زیاد بودن وکالت و صلاحیت های پرزیدنت او را به یک نفر دیکتاتور تبدیل داده است. برای این باید به قانون اساسی تغییرات وارد بکنیم. یک پیشنهاد دیگری من در رابطه با کروپسی است. اگر کارمندان دولتی تا 10,000 سومانی در مجموع نه از یک کس پاره گیرند 2 سال حبس. اگر از 10,000 سومانی تا 50,000 سومانی پاره گیرند پس 10 سال حبس. اگر از 50,000 تا 100,000 پاره گیرند 15 سال حبس. و اگر 100,000 سومانی زیادتر پاره گیرند همچون خائن عملشان یعنی خیانت به استواری دولت بها داده شود، عمر باد حبس شوند.
البته برای بلند برداشتن معاش آنها کوشش ها و چاره های مشخصی دیده شود و سپس ماده های دخلدار و قانونگذاری جنایی وارد شود. خوب بیننده گرامی یا برادری که از دوشنبه این را نوشته به اصلاح، اگر از 100,000 بالا فکر داشته باشد، پس باید همون 30 سال زندان میشدگی خود رحمانو باشد، دامادهایش باشد، آزاده رحمانو باشد. یعنی افراد بلندپایه باید با این یعنی تغییرات و علاوه هایی که در مورد قانون جنایی کشور میخواهد اتخاذ شود، واقعا چنین است. غیر از این دیگر چیزی دیگری را ما نمیبینیم، چون پرخوران کلان آن همین آیله هستند. ولی بینندگان گرامی، این نامه های بود که به سمع شما و تقدیم شما نمودیم. امیدواریم در نوشتن نامه های دیگر از ناحیه ها و معلومات های جالب و خواندنی به اصلاح ایصال نمایید. در گذاشتن لایک ها و انتشار این برنامه ما را همراهی نمایید تا اینکه توانیم بیشتر از درد و رنج و مصیبت های مردم در تمام نواحی کشور آگاه تر گردیم و به سمع حکومت رسانیم. خوب امیدواریم که تغییرات صورت میگیرد. بله بینندگان گرامی، تا اینجا رسیدیم به پایان برنامه. با شما بود محمد اقبال صدرالدین. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.